هفدهمین روز فروردین ماه برابر با 6 آپریل سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، آغاز حمله هواپیماهای ژاپنی به ناوهای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم. 6 آپریل 1945 در نبرد امپراتوری ژاپن با نیروهای متفقین و به ویژه با نیروی دریایی آمریکا یک روز خاص در نظر گرفته می شود، چرا که در آن روز خلبانان معروف به کامیکازه صدها بار با هواپیماهایشان تلاش کردند کشتی‌های متعلق به نیروی دریایی آمریکا را به شکل انتحاری هدف قرار دهند. ارتش امپراتوری ژاپن که با حمله به بندر پرل هاربر در سال 1941 پای آمریکا را به طور تمام عیار به تنور جنگ جهانی دوم کشید، در اثر ناتوانی در برابر منابع و تکنولوژی برتر ارتش آمریکا و سرعت پیشروی‌های نیروهای متفقین ظاهراً چاره‌ای جز استفاده از خلبانان جوان و کم تجربه‌ای نداشت که هواپیمای خود را به کشتی‌های آمریکایی بکوبند. از آپریل تا جوان 1945 استفاده از خلبانان کامیکازی به اوج خود رسید که در منابع مختلف از آن تحت عنوان نبرد اوکیناوا هم یاد می شود. در 6 آپریل 1945 در نتیجه امواج متعدد حملات کامیکازه که قصد ضربه زدن به ناوگان دریایی آمریکایی را داشتند، حداقل 30 فروند شناور رسمی آمریکایی و 3 کشتی تجاری آن کشور آسیب دیدند. با این حال اکثریت غریب به اتفاق تحلیلگران نظامی و مورخین این نکته را مورد تأکید قرار دادند که حملات کامیکازه ها نتوانست ضربه مهلکی به نیروهای دریایی متفقین وارد کند و در مجموع تنها حدود 14% خلبانان انتحاری ژاپنی موفق شدند خود و هواپیمایشان را به هدف بکوبند. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت فاطمه طاهری، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. فاطمه سفر طاهری اصفهانی در سال 1318 در تهران متولد شد و پس از اخذ دیپلم در سن 18 سالگی به دلیل علاقه به فعالیت‌های هنری وارد حوزه بازیگری تئاتر شد و چندی بعد با حضور در فیلم تحفه ها به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده وارد عرصه سینما گردید و تا پایان عمر در بیش از 20 فیلم به نقش آفرینی پرداخت. از جمله آثاری که فاطمه طاهری در آن به ایفای نقش پرداخته میتوان گل پامچال، روز باشکوه، پهلوانان نمی میرند، زیر بام‌های شهر، دبیرستان خضرا، هامون، سفر جادویی، انفجار در اتاق عمل، شهر در دست بچه‌ها، نرگس، رابطه پنهانی، مستأجر، مهریه بی بی، بیقرار، مرد آفتابی، زن امروز، توتیا، میهمان مامان، پشت پرده مه و گرگومیش اشاره کرد.